رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص، اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعتراف خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیش رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. سلام، من آیدین هستم، 35 سالمه، مهندس هستم، وضعیت مادی خوبی دارم، 3 سال هست که ازدواج کردم، خانومم هم دوست دارم، یه خونه از ارث پدری نصیبم شده، یه خونه کوچیک هم خودم خریدم اطراف تهران، خونم رو گذاشتم برای رهن و اجاره. یه روزی یه خانوم زنگ زد به هم و قرار گذاشتیم که بریم خونه رو ببینیم. داستان زندگی من از اینجا شروع شد. رفتیم برای قرار که من دیدم یه خانوم با دخترش که بسیار زیبا هستند اومدن. پاهم لغزید. خودم هم قیافه خوبی دارم. خوشگل و خوشتیپ هستم. حالا شاید بگید چه خودش تعریف میکنه. این مادر و دختر خونه رو دیدن و پسندیدن. به من گفتن که این خونه رو برای 2 سال میخوان اجاره کنن. گفتم آخه خانم عزیز، قراردادها 1 سال است. گفت نه، من برای 2 سال میخوام قرارداد ببندم. من که دلم رفته بود برای این مادر و دختر قبول کردم. قرارداد 2 ساله بستم. اسم این خانم فاطیما بود و اسم دخترش فرناز. فاطیما میگفت میخوام یه خونه بگیرم آبرومند باشه تا دخترم درساش تموم بشه. فاطیما از اینکه یه دختر دانشجو داشته باشه خیلی جوون بود. من هم که این اوضاع رو دیده بودم قبول کردم که خونه رو به خرج خودشون بازسازی کنم و هر از گاهی میرفتم و بهشون سر میزدم. من از فاطیما و ادا ادفاراش خیلی خوشم اومده بود، مخصوصا در سن کوچیکی ازدواج کرده بود و شوهرش فوت شده بود. دخترشو به تنهایی بزرگ کرده بود. دلم میخواست براش کاری انجام بدم. اما انقدر زن زیبایی بود که میتونم بگم کم کم عاشقش شده بودم و بهش مسیج میدادم و احوال پرسی میکردم. این مسیجا تبدیل به زنگ شدن و یه وقت به خودم اومدم، دیدم شدم دوست پسر فاطیما. از زن و زندگیم میزدم و پیش فاطیما بودم. اینجوری بگم عاشق فاطیما شده بودم. دخترش فریناز هم چیزی کمتر از مادرش نداشت. دختر بسیار زیبایی بود. فریناز اصلا از من خوشش نمی اومد. اون توی خوابگاه بود و هرچنگاهی می اومد خونه. من و فاطیما هم تو هر فرصتی کارمون به رخت خواب کشیده میشد. نیاز همدیگر رو برطرف میکردیم. اونم با عشق و علاقه. حسابی با هم حال میکردیم. راستش اصلا زنم رو از یاد برده بودم. هر روز وابسته تر به رابطه با فاطیما میشدم. همه جوره پایه بود. دخترش هم از خودش زیباتر بود و باحالتر. درست کوپ خود مادرش بود. تا اینکه یه روز به هم گفت راستش میخوام این رابطه رو تمومش کنم، چون دخترم خیلی با تو مخالفه. کلی قهر کرده با من. گفته اون زن داره و متأهله. چرا میخوای باهاش باشی؟ اون از تو خوشش نمیاد. به من میگه چرا باید با صابخونه باشی، باهاش بخوابی. من که با اینکه خیلی دوستت دارم هیچ مشکلی باهات ندارم، میخوام رابطه عشق جنسیمو باهات تموم کنم. نمیخوام که بیشتر از این به هم وابسته بشیم. آخه این رابطه فایده ای نداره. عاشق بشیم که چی بشه؟ هر چی بیشتر بگذره آسیب بیشتری میبینیم. دخترم اصلا از تو خوشش نمیاد. دخترم راست میگه. تو که از زن و زندگیت نمیگذری، منم نمیخوام زندگی تو خراب کنم. بیا فقط 2 تا دوست خوب برای هم باشیم. من 2 تا گوش شنوا برای تو هستم و میتونم هر وقت بخوام تو کنارمی. بیا رابطمونو همینجا تموم کنیم. راستش برام خیلی سخت بود، چون من از لحاظ جنسی حسابی وابسته شده بودم. قبول کردم با هم 2 تا دوست باقی بمونیم. گاهی به بهونه درد دل پلوش میرفتم و یه حالی هم با هم میکردیم، ولی تصمیم گرفتیم قربون صدقه هم نریم، عاشقانه با هم رفتار نکنیم، چون به فریناز قول داده بود. انگار یه چیزی کم داشتم. راستش نمیخواستم بی خیالشون بشم. تا اینکه یه شب که خیلی دلم براشون تنگ شده بود با زنم دعوام شد. دعوا رو بزرگش کردم. یه وقت دیدم پهلوی فاطیما هستم. هر چی زنم و خانواده‌اش زنگ میزدند جوابشون رو نمیدادم. میگفتم بذارید راحت باشم، من پهلوی دوستام هستم تا اعصابم راحت بمونه. اون شب شروع کردم با فاطیما به مشروب خوردن. یه وقت دیدم زنگ درو زدن. گفتم فاطیما منتظر کسی بودی این موقع شب؟ گفت نه. درو باز کردم دیدم فرینازه. گفت مامان این آقا چرا اینجاست؟ گفتم بهش به خدا ما 2 تا دوستیم، با زنم دعوام شده اومدم اینجا، باور کن دستم هم به مادرت نخورده، حرفی نزد.
یه لبخندی زد و رفت توی اتاقش. لباساشو عوض کرد و اومد پروی ما نشست، شروع کرد به مشروب خوردن و قلیون کشیدن. فاطیما گفت بعد از اینکه کارامون تموم شد تو برو تو اتاق فریناز بخواب. فرینازم میاد پروی من میخوابه. گفتم باشه. گفتم ببخشید توی زحمت انداختمت. فاطیما که خیلی مست بود اومد و دست عاشقانه گردن من انداخت و یه کمی بوسم کرد و نازم کرد و رفت تو جاش گرفت خوابی. فاطیما اون شب حسابی به خودش رسیده بود، میخواست منو آروم کنه. خب خیلی بلد بود چی کار کنه، اما خب دخترش رسید و همه چی خراب شد. انقدر مست بودم که چیزی جز فاطیما به فکرم نمی رسید. رفتم توی اتاق ولی خوابم نمی برد. تو حال خودم بودم که فریناز سرزده اومد توی اتاقم و گفت یه وسیله اومدم از اتاقم بردارم. لباس خیلی عجیب و سکسی پوشیده بود. چه هیکلی داشت، سفید و خوشگل بود، درست عین مامانش بود. اون شب با اینکه مست بودم اما خوابم نمیبرد. داشتم به هر دوشون فکر میکردم که خدایا این مادر و دختر چقدر زیبا هستن. توی این فکر بودم که در باز شد و دیدم فرینازه. اومد و بالا سرم وایساد. آروم گفت من عاشقت شدم، دوستت دارم، دوست ندارم با مامانم باشی، میخوام کنارت بخوابم. گفتم چی داری میگی؟ الان مامانت از خواب بیدار میشه. بلند شدم با دستام اونو از خودم دور کردم، اما اومد و لباشو گذاشت روی لبم. خب منم یه مرد بودم، حسابی تحریک شده بودم. منم بلند شدم و افتادم به جونش. بهش گفتم فریناز تو دختری، بلند شو برو. گفت نترس من دختر نیستم. منم تو عالم مستی حسابی تحریک شده بودم، کی از این حال بدش میاد؟ حسابی افتادم به جونش با اون بدن جوون و سر حالش. حسابی از پسش بر اومدم. میدونستم که دوست پسر داره، بعدم که فهمیدم دختر نیست حسابی خیالم راحت شد. فقط میترسیدم که فاطیما بیدار بشه و آبرون بره. دلم میخواست خودم رو تو وجودش خالی کنم. اونم همینو ازم میخواست که هر کاری دلم میخواد باهاش بکنم. منم خودم رو تو وجودش خالی کردم و کنار همدیگه بیهوش شدیم. فاطیما اومد و منو از خواب بیدار کرد و بوسم کرد. فهمیدم که خدا رو شکر چیزی نفهمیده. ازم خواست تا دخترش نیستش بیام و یه کاری باهاش بکنم. منم از خدا خواسته. گفتم آخ جون. شب با دختر و صبح با مادر. خدایا تو چقدر منو آدم خاصی آفریدی. ولی از اون روز به بعد دیگه فرینازو ندیدم و هر وقتم میدیدمش اصلا محل من نمیذاشت. بعد یه مدت بهم میگفت بابا، میگفت دیگه مشکل ندارم که با مادرم باشی. یکی دو ماه گذشت، نمیتونستم از فکرش بیرون بیام. مونده بودم چجوری یه شب عاشق شد و حالا دیگه رفته و محل منم نمیذاره. توی همون حالا بودم که بعد دو ماه فاطیما بهم گفت برای فریناز خواستگار اومده. خیلی ناراحت شدم چون دلم نمیخواست که ازش جدا بشم. راستش از مادرش بیشتر دوستش داشتم. فاطیما گفت آخه اون آبرومو برده و با دوست پسرش رابطه داشته و الان حامل است و هر چه زودتر باید عقدش کنیم. شوکه شده بودم. میگفتم خدایا نکنه اون شب کاری که من کردم این بچه از من باشه، چون خانواده پسر کاملا مخالف ازدواج بودن. نکنه اون شب اصرار فریناز برای این بود که حامله بشه و بندازه گردن اون پسره. بدنم یخ کرده بود. فکر این که نکنه این بچه از من باشه دیوونم کرده بود. اومدن خواستگاری و سریع عقدش کردن چون شکم فریناز بالا اومده بود. یه عروسه ساده گرفتن و رفتن سر خونه زندگی خودشون. راستش رابطم با فاطیما سرد شده بود. همش فکر فریناز بودم. تو این فکر بودم که یه جا گیرش بندازم و حرفمو بهش بزنم که این بچه مال من نیست. یه شب دیدمش تو خونه مادرش. ازش سوال کردم که فریناز این بچه مال من نیست. شروع کرد به قسم خوردن و انکار کردن که من با تو اصلا همخوابگی نداشتم که این بچه مال تو باشه. یه حسی به هم میگفت این بچه مال منه. بعدم به هم گفت حالا گیریم که بچه مال تو باشه، چه غلطی میخوای بکنی؟ کاری از دستت بر نمیاد. راستش فقط در کنار فاطیما بودم تا از حال بچه خبردار باشم. فریناز با شوهرش به آلمان رفتن و من گاهن از مجازی عکساشون رو میدیدم و قصه میخوردم که پسر من باید اسمش تو شناسنامه یکی دیگه باشه. آخه کاری از دستم بر نمیاد. به کی میگفتم؟ چطور میگفتن؟ قبلا شنیده بودم که زنی از کسی دیگه بار داره و به گردن کسی دیگه انداخته. نمیدونستم که حالا دارم همون کارو خودم انجام میدم و فریناز از من سوء استفاده کرد. نمیدونم تا کی میتونم با این راز بزرگ دووم بیارم، حرف نزنم. برام دعا کنید. با اینکه خودم بچه دارم ولی اونم بچه منه. همراهان عزیز، ممنون که تا آخر این ویدیو با ما بودید. خوشحال میشم نظرات خودتون رو کامنت کنید. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.